شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 21 ژانویه 2024 میلادی برابر است با 21 دی ماه سال 1402 خورشیدی. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شد که طراح و پشتیبان اصلی بمب‌گذاری‌های مرگبار در کرمان فردی تاجیکستانی با نام مستعار عبدالله تاجیکی بوده که دو روز پیش از وقوع انفجارها از کشور خارج شده است. بر اساس ادعای وزارت اطلاعات، این فرد تاجیکستانی 28 آذر ماه گذشته همراه با یک زن و یک کودک برای تأمین پوشش به صورت غیر مجاز وارد استان کرمان شد و در خانه اجاره‌ای در حومه شهر کرمان مستقر شد. به گفته وزارت اطلاعات تا کنون 35 تن در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، اصفهان، تهران و آذربایجان غربی بازداشت شدند. با این حال، بنا به ادعای این نهاد حکومتی، عبدالله تاجیکی بعد از ترکیب اجزای منقطع و متعدد انفجاری و الکتریکی و تولید بمب‌ها توانست دو روز پیش از وقوع فاجعه غمبار مورد بحث از کشور خارج شود. پیشتر مقامات جمهوری اسلامی گفته بودند که دو بمب‌گذار انتحاری عامل انفجارهای کرمان بودند. حال وزارت اطلاعات ادعا کرده که هویت یکی از این دو تن را به صورت کامل شناسایی کرده و او را بازیروف بزروف اسرائیلی فرزند امان الله 24 ساله و تبعی کشور تاجیکستان معرفی کرده است. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل که در زندان به سر می‌برد، شلاق خوردن رویا حشمتی مخالف حجاب اجباری را تصویری از تاریخ 45 ساله آپارتاید جنسیتی حکومت استبدادی بر پیکر زنان سرفراز آگاه خواند. به در پیامی که در صفحه اینستاگرامی منصوب به او منتشر شده، رویا حشمتی را همبندی عزیزم خطاب کرده و با ستایش از مقاومت او تاکید کرده که در مقابل اقتدار پوشالی حکومت استبدادی این نوید پیروزی حتمی ماست. نرگس محمدی در بخشی از پیامش در این باره نوشته است: تازیانه هایی که بر تن تو نشست، تازیانه استبداد دینی بر تن جنبش مقاوم و زنده زن زندگی آزادی، تازیانه دیکتاتور متحجر بر تن معترض مقتدر آگاه و تازیانه استبداد بر تن آزادی بود. خانم محمدی در ادامه نوشت: این واقعه فراتر از یک مجازات ظالمانه با اتهام ننگین جریحه دار کردن عفت عمومی به دلیل نداشتن حجاب اجباری است. تازیانه فقط شلاق سیاه پوسیده نبود. شلاق زن فقط یک مرد زن ستیز حکومتی استبدادی نبود. شلاق خورنده فقط یک زن معترض نبود. آنچه رخ داد تصویری از تاریخ 45 ساله آپارتاید جنسیتی حکومت دینی استبدادی بر پیکر زنان سرفراز آگاه و سرکوب خشونتبار جامعه معترض مقاوم ایران بود. روایت رویا حشمتی درباره تحمل 74 ضربه شلاق به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. به گزارش وبسایت هرانا، منوچهر بختیاری زندانی سیاسی محبوس در زندان قزوین و پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 98 بابت پرونده‌ای که اخیراً علیه او گشوده شد در دادگاه انقلاب کرج به 18 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. بر اساس حکمی که قاضی سید موسی آصف الحسینی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج صادر کرده، منوچهر بختیاری به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و تشکیل و اداره گروه در بستر فضای مجازی با هدف برهم زدن امنیت کشور به 10 سال حبس، بابت اتهام نشر اکاذیب به 1 سال حبس و 74 ضربه شلاق، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به 2 سال حبس و بابت اتهام همکاری با گروه‌های مخالف نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. در صورت قطعی شدن این حکم در مرحله تجدید نظر و با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی 10 سال حبس برای منوچهر بختیاری بابت این پرونده قابل اجرا خواهد بود.
انجمن قلم آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به صدور حکم حبس تعزیری و شلاق برای مهدی یراحی خواننده ایرانی اعتراض کرد. انجمن قلم آمریکا در این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شد با اشاره به ترانه روساریتو از مهدی یراحی که در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی و اعتراض به قانون حجاب اجباری در ایران منتشر شده از جمهوری اسلامی خواست که تمامی اتهامات علیه او را لغو کند. مهدی یراحی هنگام انتشار این ترانه گفت که آن را به زنان نجیب وطنم تقدیم می کنم که در خط مقدم جبهه می درخشند. عزیز قاسمزاده سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان، معلم و هنرمند زندانی که در مرخصی درمانی به سر می برد، بعد از مخالفت مقامات با ادامه مرخصی روز چهارشنبه 20 دی ماه با دستبند به زندان لاکان رشت انتقال داده شد. فلوره قاسمزاده خواهر عزیز قاسمزاده با اعلام این خبر در صفحه اینستاگرام خود نوشت: مقامات قضایی در حالی با ادامه مرخصی درمانی عزیز مخالفت کردند که او با تشدید بیماری روبرو شده و طبق دستور پزشک معالج میبایست اواخر دی ماه دو بار مورد معاینه و بررسی پزشکی قرار میگرفت و اکنون با مخالفت با تمدید مرخصی روند درمانیش متوقف شده است. عزیز قاسم داده از فعالان سرشناس فرهنگی آموزشی که همکنون برای یک پرونده سیاسی در زندان لاکان رشت نگهداری می شود 8 شهریور ماه به طور دائم از سوی آموزش و پرورش اخراج شد. او که سابقه 25 ساله در آموزش و پرورش دارد، پیشتر در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان رشت به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم و 19 فروردین ماه امسال جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان لاکان رشت شد. 7 سال بعد از مرگ مشکوک اکبر هاشمی رفسنجانی، دختر او در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته است که افرادی 2 ماه قبل از فوت هاشمی به او گفتند که بخواهند پدرت را طوری بکشند که شما هم فکر کنید که به مرگ طبیعی فوت کرده. فاطمه هاشمی در این مصاحبه در مورد اینکه چرا این افراد در مورد قتل هاشمی هشدار دادند افسوده: گفتم چرا پدر مرا بکشند؟ گفتند برای اینکه آنها نگران بعد از آقای خامنه‌ای هستند. به همچنین در مورد پیگیری پرونده قتل پدرش و جلسه ای که در این رابطه با علی شمخانی داشته گفته است که آخرین جلسه ای که آقای شمخانی ما را به شورای عالی امنیت ملی دعوت کرد به ما گفت که من دیگر بیشتر از این نمیتوانم موضوع را ادامه بدهم و به من میگویند که تو میخواهی آقای هاشمی را شهید اعلام کنی. در این مصاحبه فاطمه هاشمی همچنین به گم شدن وصیت‌نامه پدرش هم اشاره میکند. در بخش دیگری از مصاحبه خانم هاشمی میگوید که در بدن پدرش و همچنین مادرش آثاری از اورانیوم کشف شده و با این حال مشخص نیست که این ماده چگونه به آنها منتقل شده است. علاوه بر این موارد، دختر هاشمی به نکته دیگری اشاره کرده و میگوید که بعد از اینکه محافظین بابا را از آب بیرون آوردند، 12 دقیقه آنجا نگه داشته بودند تا به بیمارستان برسانند. 11 دقیقه طول کشیده بود، در صورتی که از آنجا تا بیمارستان 2 دقیقه هم نیست. خودشان میگویند که به اوژان آدرس اشتباه داده شده بود. میخواهم بگویم که برای ما شبهات زیاد است. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟
بله ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. احبه، چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. وزیر خارجه آمریکا در پایان مأموریت منطقه‌ای خود در خاورمیانه گفت ایجاد مسیر برای تشکیل کشور فلسطینی بهترین راه برای منزوی کردن ایران است. آنتونی بلینکن پنجشنبه 21 دی ماه در قاهره در پی دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به خبرنگاران گفت منطقه با دو مسیر روبروست که در مسیر اول اسرائیل یک پارچه با تضمین‌های امنیتی و تعهدات کشورهای منطقه به علاوه ایالات متحده آمریکا و همچنین یک کشور فلسطینی حداقل راهی برای تشکیل آن کشور وجود دارد. به افزود راه دیگر این است که شاهد تروریسم، نیهیلیسم، ویرانی توسط حماس، حوثی‌ها و حزب الله باشیم که همگی توسط ایران حمایت می‌شوند. وزیر خارجه آمریکا افزود اسرائیل در حال همکاری با کشورهای منطقه است. به گزارش خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز، بلینکن گفت نزدیک شدن اسرائیل و کشورهای عربی هم راهی برای منزوی کردن ایران و گروه‌های نیابتی وابسته به آن است. او گفت آمریکا برای گرفتن اطمینان از اینکه وضعیت در کرانه باختری به مرحله انفجاری نرسد، متمرکز شده است. ساعتی بعد از انتشار خبر توقیف یک نفتکش در دریای عمان و تغییر مسیر آن به سوی بندر جاسک، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حمله به این کشتی را پذیرفت. بر اساس بیانیه روز پنجشنبه، نفتکش سنت نیکولاس که پیشتر با نام سوئز راجان تردد می کرد با حکم قضایی و تایید سازمان بنادر و کشتیرانی توقیف شده و برای تحویل به مقامات قضایی در مسیر یکی از بنادر ایران است. بیانیه ارتش جمهوری اسلامی مدعی شده که دلیل این اقدام سرقت یک محمول نفت ایران از سوی آمریکا بوده است. این توقیف در حالی است که بر اساس داده‌های ماهواره‌ای ارتش جمهوری اسلامی در آب‌های بین‌المللی و خارج از آب‌های سرزمینی ایران اقدام به این کار کرده است. روزنامه تلگراف به نقل از منابع اطلاعاتی داخل ایران گزارش داد که حوثی‌های یمن در دانشگاه علوم و فنون دریایی خامنه‌ای در زیبا کنار رشت آموزش دیدند. این دوره آموزشی 6 ماهه برای نیروهای نیابتی از جمله حوثی‌ها برگزار می‌شود و اولین دوره آموزش حوثی‌ها در ژانویه 2020 برگزار شده است. طبق این گزارش 200 شبه نظامی خارجی از جمله حوثی‌ها برای دریافت این آموزش‌ها به ایران سفر کردند. دوره آموزش حوثی‌ها جدای از سایر دانشجویان برگزار شده و برای جلوگیری از نشت اطلاعات تعامل حوثی‌ها با سایر دانشجویان ممنوع بوده است. تلگراف افزود
جزیره فارور در سواحل هرمزگان هم که تحت کنترل سپاه پاسداران است برای آموزش شبه نظامیان وابسته به ایران استفاده می شود. دادگاه بین‌المللی دادگستری متعلق به سازمان ملل رسیدگی به پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل آغاز کرده است. آفریقای جنوبی در این پرونده اسرائیل به ارتکاب نسل کشی علیه فلسطینیان در غزه متهم کرده است. این شکایت همچنین از دادگاه می‌خواهد که به اسرائیل دستور بدهد که عملیات نظامی را در غزه متوقف کند. دادگاه بین‌المللی دادگستری فقط در مورد ادعای نسل کشی نظر خواهد داد، زیرا این پرونده یک محاکمه جنایی نیست، اگرچه به شدت مورد توجه قرار گرفته است. اسرائیل این اتهام را به شدت رد می کند و آن را بی اساس خوانده است. رسانه آمریکایی پولیتیکو گزارش داد که واشنگتن بیمناک است حملات گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران فعالیت می‌کند به خاک آمریکا هم کشیده شود. پولیتیکو به نقل از مقامات آگاه در واشنگتن گزارش داد که مقامات آمریکایی این احتمال را می‌دهند که عناصر حزب الله لبنان به آمریکایی‌ها در خاورمیانه و حتی در داخل خاک ایالات متحده حمله کنند. این مقامات گفتند که حزب الله ممکن است ابتدا شهروندان آمریکایی را در خاورمیانه هدف قرار بدهد. آنها افزودند دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده داده‌هایی را درباره حزب الله جمع‌آوری کردند که نشان می‌دهد این گروه در حال بررسی حمله به نیروهای آمریکایی یا دیپلمات‌ها در خارج از لبنان است. این مقامات گفتند که با افزایش تنش در منطقه احتمال حمله به خاک آمریکا هم افزایش می‌یابد. ران دسانتیس و نیکی هیلی دو تن از نامزدان حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 این کشور روز پنجشنبه برای کسب جایگاه دوم بین نامزدهای این حزب با یکدیگر مناظره کردند. دونالد ترامپ دیگر نامزد جمهوری‌خواه هم که همچنان در نظرسنجی‌ها فرد پیشگام این حزب برای رقابت در انتخابات امسال است، در صحنه مناظره دسانتیس و هیلی شرکت نداشت. مناظره ران دسانتیس و نیکی هیلی مناظره تند بود و هر دو طرف یکدیگر را بارها به دروغگویی متهم کردند. ران دسانتیس فرمانده 44 ساله فلوریدا در این ایالت قوانینی برای محدود کردن حق سقط جنین و تسهیل بیشتر مقررات مربوط به مالکیت اسلحه تصویب کرده است. نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد تاکنون در مناظره‌های متعدد بارها از لزوم زدن یک مشت محکم به ایران سخن گفته است. کریس کریستی فرماندار سابق نیوجرسی که به عنوان سرسخت‌ترین منتقد دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه شناخته می‌شود، در حالی که در روزهای اخیر توانسته بود در نظرسنجی‌ها تنها حمایت 2% از جمهوری‌خواهان را به دست بیاورد، روز چهارشنبه از رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری خارج شد. برندگان هشمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دریافت سریع اقامت کانادا با برنامه استارتاپ قابل توجه کلی افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و تسلط به زبان انگلیسی در حد آیلتس 5. من دکتر اشکان عالمی، مدیر عامل شرکت عالمی گروپ، و من آرمان عالمی، وکیل رسمی دادگستری در اونتاریو و بریتیش کلمبیا، راه شما را برای رسیدن به اقامت دائم در کانادا هموار می‌کنیم. با ما تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه،
تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا، شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. دو کمیته مجلس نمایندگان آمریکا چند ساعت بعد از حضور غیرمنتظره هانتر بایدن، پسر رئیس جمهوری آمریکا در کنگره، تصمیم گرفتند که روند قانونی علیه او به اتهام اهانت به کنگره را ادامه بدهند. کمیته نظارت و کمیته قضایی مجلس نمایندگان که جمهوری خواهان در آن اکثریت را در دست دارند، چهارشنبه با رأی خود گزارشی را تایید کردند که در آن هانتر بایدن به بی‌اعتنایی به کنگره و عدم پاسخگویی به احضاریه کنگره متهم شده است. هانتر بایدن ساعتی بعد از آن در اقدامی که موجب غافلگیری نمایندگان جمهوری خواه شد، درست در زمانی که اعضای دو کمیته یاد شده در حال آغاز نشست خود بودند تا در مورد او تصمیم بگیرند، وارد کنگره شد. این کمیته ها پیشتر هانتر بایدن را به عنوان بخشی از تحقیقات استیضاح جو بایدن برای شهادت احضار کرده و او را به عدم پاسخگویی به احضاریه متهم کرده بودند. هانتر بایدن تاکید میکند که تحقیقات کنگره در مورد او بی اساس است. جمهوری خواهان جو بایدن را متهم کردند که در معاملات خارجی پسرش دخیل بوده یا از آنها بهره مالی برده است. هانتر بایدن پیشتر در دو پرونده قضایی از جمله فرار مالیاتی متهم است که مجازات آن میتواند حبس طولانی مدت به دنبال داشته باشد. اولاف شولت، صدر اعظم آلمان، روز پنجشنبه به شدت به ادعای مطرح شده درباره طرح اعضای احزاب راست افراطی برای اخراج مهاجران واکنش نشان داد. گروه روزنامه‌نگاران تحقیقی کرکتیو روز چهارشنبه در گزارشی مدعی شد که اعضای ارشد حزب آلترناتیو برای آلمان AfD با نمایندگان جنبش نئونازی ملاقات کردند تا بررسی کنند که چگونه می توانند شهروندانی که ریشه آلمانی ندارند از این کشور اخراج کنند. انتشار این گزارش غوغایی در آلمان به پا کرد و باعث شد که گروه های مختلف به آن واکنش نشان بدهند. صدر اعظم آلمان در تازه ترین واکنش ها گفته است که اجازه نخواهد داد افرادی که در این کشور زندگی می کنند بر اساس نژاد و ریشه قومیشان مورد قضاوت قرار بگیرند. شولتز در صفحه خود در ایکس نوشت: ما از همه صرف نظر از رنگ پوستشان محافظت میکنیم. به همچنین گفت که برای هر کسی که با نظم آزاد دموکراتیک ما مخالفت میکند، پرونده‌ای در اداره اطلاعات داخلی آلمان و دادگستری تشکیل خواهد شد. آقای شولت با اشاره به جنایات نازی‌ها بین سالهای 1933 تا 1945 تاکید کرد که آلمان باید از تاریخ درس بگیرد. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.